پس چرا نمیان؟ حتما بحثشون طول کشیده. خدا کنه کارشون به زد و خورد نکشیده باشه. چه خبر؟ بحثشون به جای حساس رسیده. کی با کی؟ این بچه خرمشهری شما نبود. نبود؟ نه، یاسر بود از طرف انقلابیون مسلمون با حمید از طرف کمونیستا. چی میگن؟ همون باید و گردت های همیشگی. ولی انصافا جای این بچه خرمشهری خالی بود. خیلی خوب صحبت میکنه. چرا نیومده؟ چه میدونم؟ شما رو بگو ما رو از صبح تا علاف کردی. بریم؟ یعنی نمیشه، مثل اینکه نفست از جایی گرم در میاد. بیرون گود نشسته میگی لنگش کن. اگه راست میگی بیا خودت کارو تموم کن. من هنر کنم همون پروژه آسمون آبی رو بتونم تموم کنم برام کافیه. باز داره حرف خودشو میزنه. ببین یکی یکی مساله رو از کجا بیارم؟ تیراهناشو چطور؟ ها؟ اون تموم کرده. ببین عزیزم اینطوری نمیشه. بیا اینجا تو با هم یه تصمیم بگیریم. همینو بس. خداحافظ. انگار بعد موقع مزاحم شدم. ما هم شریک برای خودمون پیدا کردیم. اون طرف دنیا نشسته نمیدونه اینجا چه خبره. خب چه کار داری؟ خدمت رسیدم برای پروژه خرمشهر. شریکم اون طرف دنیا هست نمیدونه اینجا چه خبره. تو دیگه چرا مهندس جون؟ والا خودتون گفتین همه شرایطش برای همه. مجبور شدن امکاناتشو بریزن پای پروژه دیگه. یه پروژه دیگه کجا؟ جنوب؟ خب معلومه که نه، همینجا توی تهران آسمون آبی. ولی سرمایه گذاری که من پیدا کرده بودم به چه خرمشهره؟ داری ناامیدم میکنی مهندس جون. اون بدبخت چرا باید اونجا سرمایه گذاری کنه؟ شما زیر پاش نشستی؟ من فقط بهش گفتم مسیر صحیح سرمایه گذاریش کجاست. بس سلام. بفرمایید. خودخواهی مهندس، میدونم روی طرحات خیلی تعصب داری، ولی با سرمایه مردم نمیشه خودتو اثبات کنی. بفرمایید. دست شما درد نکنه. ممنون. چی شد؟ حالتو گرفت؟ رفت رو هوا؟ خب قربون شکلت برم، یه پروژه خوشگل تر و تمیز تو همین تهران دست و پا میکردی. از اولش هم معلوم بود پروژه های تو رو هواست. میدونی مشکل تو چیه؟ اینه که خیلی آرمانی فکر میکنی. آدم بخواد داخل شهر خودش چهار تا ساختمان بسازه آرمانیه؟ تو این موقعیت؟ میری دانشگاه؟ نه. Thank you.
شرمنده کردی. قرار بود احمد آقا پذیرایی کنه که. دخترم این کار برای تو سخت. بذارش اونجا برات چای بیارم. چشم. چایی بفرمایید. ای بابا زندگیتونو به هم ریختیم ها. خواهش میکنم. دستتون درد نکنه. دست شما درد نکنه. یه دونم برای من برات. چشم. آخه احمد هم آدم بود بهش مسئولیت دادیم. ای مرد اینه جلو خودش بگو. جلو خودش میگم جلوی خواهرش هم میگم. هر دوتایتون لافید دیگه. خدایش دروغ میگم. ببین رفیق سعید. مراقب حرف زدنت باش. ای بابا من که حرف بعدی نزدم که. شرمنده. چه خبرته؟ چند تا چایی؟ این برای خانم قالیبافه. بفرمایی. دست شما درد نکنه. چی شد؟ دستم برید. ای بابا آمیرزا. مبارکه. تو همه چی شکر کنم؟ به نظر من کسی که تو کاری که وارد نیست دخالت کنه همینطوری میشه دیگه. اتفاقا نهید خانم خیلی موستن. بله استان، ولی استاد را رفتن رو فرشایی که حاصل دسترنج دخترای کارگره. بالاخره دختر صاحب کارگاه باید نشون بده یه چیز سرش میشه. ببینم شما به این کارگرایی که اینجا کار میکنن هر روز شیر میدین؟ اونا کارگر نیستن آقای چریک، هنرمندن. مگه کارگرا نمیتونن هنرمند باشن؟ هر کسی کارشو خوب بلد باشه هنرمند. هنرمند واقعی هم کسیه که ارزش افزوده زحمت اینا رو میخوره. مگه نه ناهید خانم؟ نظر شما چیه آقای وفایی جان؟ به نظر من خب می که نهید خانم گفت کاملا صحیحه.
رسول. بله. ببین اینه چقدر قشنگه. آه خیلی. میگه از حرف بچه ها که ناراحت نشدی؟ نه بابای من دنبال مال دنیا نیست. نه یه سری حرفای مد روز و همینطور بی خود بلغور میکنن، زیاد به دل نگی. کسی بگو مگو کردی؟ نه چند نفر ریختن سرم میخواستن لختم کنن. پس شانس آوردی؟ آره. ساعت چنده؟ ساعت ندارم. چقدر شلخته است این پسر. اتاقشو جارو که نمی کنه. همه آشغالا رو هل میده زیر تخت. تا کجا میدونی بابا؟ مگه زیر تختش بودی؟ نه من زیر تختش نبودم. ولی آخه احمد قرار بود برای اون یکم میوه بگیره. سلام. تو احمدو ندیدی؟ احمدو؟ نه. راستشو بگو. خبرشو داریم که اومده بودی دنبالش. اون دیروز بود نابغه. سلام. چطوری؟ تا حالا کجا بودی؟ کار داشتم. مگه چیزی شده؟ چیزی که شده بهتر خودت اعتراف کنی. که حلال زادم احتمالا. داشتیم حرفتو میزدیم اومدی. اینه جن ناصر صورتت چی شده؟ هیچی با یه گربه ملوس بگو مگوم شده بود. دیدم تو عوض کردی؟ رفته بودی خونه؟ به به. سلام. میبینم جمعتون جمعه. خانم آقایون الاف ایدئولوژی زده. تو نمیخوای به بابا یه سر بزنی؟ چند روز پیش اونجا بودم. ناصر سه هفته پیش بود. ناهید بابا من تو رو میخواد چیکار؟ فعلا که ساسانجون و مینوجونش کنارشن دیگه. اینجوری حرف نزن. بابا خیلی نگرانته. چشم نمیشو جلو بچه ها کل کل نکنیم. میام میبینمشو. بفرمایین سیب. بفرمایین گول. ممنون. بر جمال محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بچه ها وایسی ازتون یک عکس دست جمعی بندازم. خوبه اینجا. آماده این؟ لبخند؟ تعارف میکنی بیا تو دیگه. سلام آج خانم. الله اکبر. شبتون بخیر باشه. خسته نباشه. قبول باشه انشاءالله.
انشالله رفع کسالات که شده. الله اکبر. خب الحمدلله. نمیبینی داره نماز میخونه؟ این حاج خانم همش منو یاد مادرم میندازه. اونم با الله اکبرای سر نماز همش یه حرفی میزد. اگه تون میگفت منظورش این بوده که بره در رو باز کنه. اگه خیلی تون میگفت میدونی از روی چی بود؟ یعنی یکی زیر اجاق خاموش کنه. هندونه رو بیار تو. از کت افتاده. به رسول. شما امشب مهمونه حاج خانومی. شب جامن دیگه. در باز کن. کیف منم بیار تو. چراغم بزن. بدش بیارم. غذا رو اتاق من بخوریم یا اتاق تو؟ اتاق تو. اتاق من خیلی به هم ریخته است. پس چرا بی خود تعارف میکنی؟ خب بیا بابا هندونه رو اتاق من بخوری. تا دستاتو بشوری من غذا رو آماده میکنم. برو زود باش گوش نمون. غذا رو آماده میکنی؟ یعنی چی کار میکنی؟ اینکه آماده هم میذارم به زمین. خدا هم باتشو بیا مرسی. چته؟ فکر احمدم. حتما کاری براش پیش اومده که. نه برای امروز که. کلن نگرانشم. چرا؟ چند وقتی حال خوشی نداره. دیروز که حالش خوب بود؟ نه یه طوری شده. انگار یه چی میترسه. بناشو صبونت آماده کردم بخور. بلند شو. کجا میری؟ خونه آقا جون. صبونت خوردی ظرفارم جمع کن. ببخشیدا. بله. باز کن مرزیم. جونم بیا تو. سلام مشرایم. علیکی سلام. صبح بخیر. عاقبتت بخیر دختر جون. سلام. سلام مرزی جان. خوش آمدی. ممنون. خوبی؟ خوبم. ساسان خونه که جای توپ بازی نیست. اینقدر تاپ و توپ نکن. سلام. سلام. چطوری ساسان؟ خوبم. سلام آقا جون. سلام مرزی جون. سلامتی ننوز؟ بله. من که این روزا از خونه بیرون میرم مطمئن نیستم سالم برمیگردم.
شبا که اصلا بیرون نمیرن. یهو دیدی خوردی به پست این بچهای کمیته با تفنگ خیابونو میبندن. باید اصل و نسب و تیر و طایفت رو بگی تا بذارم بری. اینجور هم نیست که میگید آقا جون. شورش میکنید. شورش میکنم؟ عزت جون چرا نمیری بیرون بازی کنی تو؟ مینو تو بهش بگو. کی بود اون دفعه جلومونو گرفتن؟ همین پریشب بود. ساسان یکم دلش درد میکرد داشتی میبردیمش درمونگا. باید ثابت میکردیم نسبتمون با خواهرمون چیه تا بذارم بریم. رئیسشون نبود که دستگیرمون کرده بودن. ناهید کجاست؟ فراموش خونه. ببخشید. تاریک خونه. این دختر تصمیم گرفته باقی عمرشو تو تاریکی بگذرونه. غیبت نکنین. خواب بودم. سلام. خوبی؟ سلام. کجا به سلامتی؟ دانشگاه. البته بعد از تاریک خونه. دانشگاه. این روزا کلمات معنی واقعی خودشون رو از دست دادن. میگی دانشگاه ولی منظورت میدون جنگه. حالا خوبه نمیگین کشتارگاه. مگه غیر اینه؟ یه عده جمع شدن اونجا خودشون صاحب انقلاب میدونن. مگه ما نبودیم که میرفتیم رو پشت اون الله اکبر میگفتیم؟ موقع اینا کجا بودن؟ نمیدونم. از خودشون بپرسین. کی بازار رو تعطیل کرد؟ چیه؟ هفت شهدای قمه. چیه؟ چهلم شهدای تبریزه. حالا ما شدیم ضد انقلاب. کسی به شما نمیگه ضد انقلاب. هرچند شما که همیشه با تعطیلی بازار مخالف بودین. دست شما درد نکنه نایتون. چقدر بحث میکنی یعقوب با این بچه‌ها؟ کجا دارین میرین؟ چای آوردن؟ تاریک خونه. دست گلت درد نکنه. ممنون. نوش جونتون. انگار داره خلق میشه. دست کیه؟ دست یکی هست دیگه. اه؟ دست بچه خرمشهر ها؟ تو به جزئیات خیلی توجه داری. برام جذاب ترن. خب این باعث میشه به کلیات توجه نکنی. آدم های زیادی هستن که کلیات براشون اهمیت داره. شرط می‌بندم این دست ناصره. آره. این دست کیه؟ احمد. آره. دستای ناصر رو خوب می‌شناسم. معلومه ناصر رو خیلی دوست داری. تازه فهمیدی؟ زندگی من به دو قسمت تقسیم میشه. قبل ناصر، بعد ناصر. حس اونم همینطوره. فاصله که بین اون و بابا افتاده اصلا خوب نیست. چیه نکنه تو هم منو مقصر میدونی؟ نه عزیزم. فقط ازت میخوام که به نزدیک شدنشون کمک کنی. والا من خودم هم بریدم. میدونم باعث سیاسی شدن ناصر من بودم. اما دیگه تو از همه بهتر میدونی. دیگه خودم به این بازی علاقه ندارم. دلم میخواد زندگیمو بکنم. کنار ناصر. شماها. ناصر مدتیه که عوض شده. معلوم نیست با کیا میپره. اما من بیشتر از اون نگران احمدم. مولده که رفتار سینوسی پیدا کرده. ما هم مثل شما میخوایم تو دانشگاه یه ستاد بزنیم.
چرا نباید یه پایگاه ثابت داشته باشیم؟ اگه با تفاهم اتاق گرفتیم که هیچ، اگه نه مجبوریم یه فکر دیگه بکنیم. بی خودی ستا اتاق اشغال کردید که چی؟ مگه ارث پدرتونه؟ یه لحظه توجه کنید دوستان. بیا پایین ببینم چی داری میگی. یه لحظه توجه کنید دوستان. خیلی خب معذرت میخوام. یه لحظه توجه کنید رفقا. بچه در تیاد دست نزنید. سر کلم دیگه این انقلاب مال همه. اجازه بدی من به عنوان یه دانشجوی غیر تهرانی معتقدم هر تغییری میخواد انجام بشه باید از همینجا شروع بشه. اگه ما به عنوان قشر تحصیل کرده این مملکت نتونیم سر حقوق اولیه‌مون به توافق برسیم، خب بقیه مملکت چه توقعی میشه داشت؟ بیا پایین شعار زده. اجازه بده به عنوان اولین قدم برای رسیدن به این هدف باید و باید از همینجا شروع بشه. بیا پایین. شده. زندگی تو هم به دو دوره تقسیم شده، قبل ماشین بعد ماشین. تموم شد. بوش میاد دانشگاه این ترم و ترم بعد تعطیله. رسول میگه این اختلافا طبیعیه، سالها مردم حق اظهار نظر نداشتن، حالا یه مدت هم اینجوریه. خدا کنه این یه مدت زیاد طول نکشه. فقط رسول میگه باید توی محیط آروم بحثامونو مطرح کنیم، با زد و خورد که چیزی درست نمیشه. اه رسول دیگه چی میگه؟ اگه زود برسیم دانشگاه میفهمیم چی میگه. امروز ظاهراً آشتی کنون چند تا گروهه. اینجا چه خبره؟ بعض می بود، دیر تشریف آوردی. رسول کو؟ زنده است هنوز، اونجاست. چی شده؟ هیچی، داشتیم بحث دیالکتیک میکردیم. بحث دیالکتیک با چوب و چماق آقای فیلسوف؟ بذار زخمتو بکنم ببینم چی شده. هیچی نیست بابا، هیچی نیست که خراشه. چسب زخم نری یا نه؟ برم وصل پانسمان جون. وصل پاس میگه وصل. وصل پاس من نمیخواد یه تو بهی میگی خراش. بذار پاک کنم ببینم چی شد. خب یه خودت پاک. دست شما درد. فرش بعد جوری تو سرش خورده آقا یعقوب. چی تو سرش نخورده؟ من سیرو جون نوکرتم. صادرات که قربونش برم. مشتری هم که میبینی. تو این راسته همه یه مگس کش دسته شده. آخه دیگه مگس هم برای پروندن گیر نمیاد. بوی کباب شنیدی اشرفی؟ مرد حسابی تو دلالی، باید میونه کارو بگیری، نه اینکه دستو بذاری تو دست این تو سر مال بزنی. من نگام به بازار آقا فرشی. دومم شما خودتون صاحب اختیاری. اشرفی شاهده، حداقل به 20 بونگایی سپردم، هنوز هیچ کی نمیده حال ما رو بپرسه. باید صبر کنی آبا از آسیاب بیفته و از اینجوری نمونه. پس چرا خودت صبر نمی کنی عجله داری بری؟ مگه ابریشم رو آتیش داری؟ من وضعیتم فرق میکنه. من یه شریک تو فرانسه دارم که برسم اونجا دست و بالام بند میکنه.
خب اشرفی ببینم چی کار میکنی. قربون شما. خداحافظ. خداحافظ. چرا معذبی؟ من؟ چی معذب چی نه؟ خب من دیگه برم. کاری نداری؟ نه بابت هیچی های حرف هم ممنون. خواهش میکنم. فعلا. ببخشید. این با حاج آقا حرف زدی؟ بابای من میخواد قبل از اینکه خانواده تو ببینه با خودت صحبت کنه. در ضمن بابای من هنوز حاجی نشده. آه چشم چشم. ببخشید. این کی؟ احمد برگرد. احمد برگرد. عوضی نزن، نگاهی نکن داداش. اگه نزنمت خودم رو نزنم میفهمه. نزن برگرد احمد. بهت میگم برگرد. سید کوکا عباسه تو جمع کنی آبرو ما جلو آقا ناید نره یه بر نه جلو نه جلو نه جلوش خوبه جلوش کوتاه کوکا نمیبینی همینجا جاره یه خورده اینجا رو بگی شونه برای چیه؟ الان شونه برای چی؟ میگم انقدر ناکشو بگی شونه نمیخواد. میخوای پاشی تو کوتاه کنی؟ نه وزا خواه بگیم سید بیخیال شو بدوش نمی یه خورده آب میزنم خودش بگیر. گرفتی مارو؟ نه من میترسم خرابش کنی آبرون بره شبه مهم هر کار میخوای بکنی. بشین من نمیخوام، من همین یه ذره مو رو دیگه کوتاه کردن نمیخوام. تو کاری ندارم که سیبیلتو میخوام بزنم. سیبیلمو که اصلا. برای چی؟ برای که بهم میاد. کی بهت گفته بهت میاد؟ اکثرا میگن سیبیل کلوفتی داری بهت میاد خیلی. سیبیل کلوفت کوکا؟ خب مالکم دورشو گرفتم. نه سیبیل کلوفت ندیدی عمو. بشین. نمیخوام بابا سیبیلمو نمیخوام کوتاه کنم. میدونی چرا نمیخوای کوتاه کنی؟ چو چپی. ها؟ چپی. کی میگه چپم؟ همه ده نفر تو دانشگاه به خود من گفتم میگه سعید کمونیست. همه بی خود میکنم با تو با هم؟ حالا دیگه من از این سوسول بازی خوشم نمیاد. خوشت نمیاد بشی بزنم. کی گفته؟ احمدی همه احمدی دیروز بود پیروز بود میگفت سعید کمونیست. اصلا حالا که اینجور شد حتما بزن. باشد. از خره بازی شد سبید باز میشنم. چی بایی میزدی؟ لا 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 آروم ببن خودت بزن. تو موزیکی چه بزن؟ موزیک نمیخواد سیبیل زدن که موزیک بده سر آقا. گردن مگه میخوای بزنی؟
سلام. سلام. تو زیر زمین چی کار میکردی؟ هیچی، داشتم دنبال یه سری خرت و پرت میگشتم. تو کجا بودی؟ خونه مادرم. چطوره؟ خیلی بد، از دلشوره داره دیوونه میشه. خاطر احمد ها؟ آره دیگه، میدونی چه هنوز خبری ازش نیست؟ شما هم دیگه شروعشو در بردین ها. احمد که بچه نیست. چیزه، من برم ماشین بابا رو پس بدم. باشه، زود برگرده.